من مدیر دبیرستان هدایتی هستم سر کرخور. خیلی سال ما اونجا هستیم. دانش آموزی داشتم خود من. مادرش مریض بود، یعنی این از اول دبیرستان سال چهارم که برای ما بود مادر روماتیسم داشت، دیابت شدید داشت، خیلی همش بیمار. پسرش موقع کنکورش شده بود تو بهمن ماه. تو بهمن ماه موقع کنکورش نزدیک کنکورش شده بود. یا بچه‌های اونش کنکور دارن می‌دونن دیگه، از این سه چهار ماه آخر خیلی هم موقع میشه کنکور میشه. یه روز همکارای ما معاونا گفتن که فلان این مادر فلان زنگ زد بود کار داره. گفتش که آقای زمان من تا حالا فکر کردم روماتیسم قند بود، حالا فهمیدم سرطان خون دارم. دارنم میبرنم بیمارستان تهران داره شیمی درمانی. نذاشتم پسرم هم یه دونه بچه هم داره با یه دختر، نذاشتم بفهمه. شما هم نذار بفهمه اما هواش داشته باشه، یه چیز بشته خوبی قبول میشه. خیلی گریه میشه قد کرد. و خب حالا ما طبق کار اون ما حدود 400 دانش آموز دیگه نمیشه همه حواس ما یه رفت بشه. دورا دور هوا کار رو داشتیم بودشت و بعد از ماه مبارک رمضان کنکور تموم شده بود. دیدم به سرش اومد مدرسه. ما همه همون ذهنیت مادر مریض هست و دارن درمانش میکنن. اومد مدرسه خیلی به قول ما قومیه ترگل بیزر سر ما خلاته که اومدم آتا یه چیزی بهت بگیدم چی شده؟ واقعا شما خبر داشتی مادر من سرطان خون داره؟ گفتم که ایشالا که بهتر شده. چی شده؟ خب مادر من اول ماه مبارک رمضان شب اول ماه همون سحرگاه نزد میکنه برای امام زمان رو به اونا فتان. میگه آقا من زیارت آلی یاسین رو میخونم تا آخر ماه، یا شفامو از خدا بخواه یا مرگم. من سربار هم شوهرم هم بچه هم نه همه هزینه زندگیشون دارم خرج بیماری من میکنم، یا من خوب بشم یا مرگم از خدا. و ما هم خبر نداشتم. گذشت شب 23 ماه رمضان، من رفتم با پدرم مراسم احیا تموم شد. خودش رو گفت قرمه سبزی هم دادن سحری. ما هم که ما گرفتیم اومدیم بیاین یه پیرمرد سیدی خودش رو گفت پیرمرد سیدی عینکی هم شال سبز بسته. همونجوری که پدرم برگشت سلام علیک کرد به پدرم گفته که شما که از امام زمان حاجت میخواید حضرت میفرماد یه گوسفند قربانی کنید بین فقرا تقسیم کنید خدا حاجتتون میده. این بابا من گفتش که اینم اشتباه گرفته بود قربونی کسی. اومدیم خونه به مادر گفته مادر بلند شد تو همین تخت خواب که خوابید بود مادر بلند شد یه رو مردی تبرمکی بخورد. با همچه که داشت غذا رو بخورد بابا می همچه حرفی رو زد. گفت آره این پیرمرد همیشه بار اشتیم دیگه. تا این حرف رو زد دم مادرم شروع کرد گریه کردن، نفس نفس افتادن. چی شده؟ گفت من همچه خواسته یا داشتم، من از حضرت خواسته بودم یا مرگم رو یاشم کنم. آیا تو سحر ما نفهمیدیم چی شد از گریه. صبح زود با هم بلند شد یه پولی جور کرد رفت یه گوسفند خرید و بین فقرا تقسیم کرد. بعد ماه مبارک رمضان اومده بود میگفت مادر من نه دیابت داره نه روماتیسم داره. میگفت اونایی که مادر منو میشناختن مریضیش الان میبینن اصلا باورش نمیشه.